سال 129 11 تجربی. خب سوال گفته مطابق شکل زیر جسمی به جرم چقدر 2 کیلوگرم و با تندی اولیه 2 متر بر ثانیه، آقا اینجا با سرعت چقدر 2 متر بر ثانیه به سمت پایین پرتاب کرده، پس در محل پرتاب هم انرژی پتانسیل دارم هم انرژی جنبشی. روی سطح شیبدا به سمت پایین پرتاب می شود و در برخورد به توپ فنر به طول 1 متر آن را فشرده می کند. اگر نیروی اصطکاک در مدت جابجایی برابر 2 نیوتن، خب نیروی اصطکاک من داده، پس آقا من باید ایدومن های 1 حواسم باشه، بیشینه انرژی پتانسیل کشتانی برابر چقدر 42 جول، حداقل طول فنر در این جابجایی چند متره؟ خب من برای شما راه حل آوردم، چون یه ذره سوال طولانیه پاسخش، براتون بنویسیم. آقا من اول از همه ارتفاع سطح شیبدارم رو پیدا میکنم و همچنین ارتفاع محل جسمم زمانی که چی کار میکنه؟ برخورد میکنه. خب من آقا زاویه سطح شیبدارم چقدر؟ 37. یه سینوس 37 میزنم، میگم آقا H1 به روی L، L چیه؟ طول سطح شیبدار منه. خب سینوس 37 برابر چقدره؟ 6 دهم. H1 هم 2 4 دهم. طول سطح شیبدار من میشه چقدر؟ 4 متر. پس طول سطح شیبدار رو پیدا کردم چقدر؟ 4 متر. پس آقا اگر من طول سطح شیبدار رو پیدا کردم 4 متر، میتونم پس ارتفاع نقطه M2 ارتفاع جسم M تا سطح زمین رو چکار کنم؟ پیدا کنم. پس یه سینوس 37 دیگه میزنم، میگم آقا H2 به روی X میشه چقدر؟ 6 دهم. پس من H2 رو بر حسب چی پیدا کردم؟ X پیدا کردم. آقا خب در محل پرتاب انرژی مکانیکی من یه دونه انرژی گرانشی داشتم، یه دونه انرژی چی؟ جنبشی. رابطه شو براش نوشتم که از اینجا E1 جرم من بود 2 کیلوگرم، G10 ارتفاع منم بوده چقدر تو نقطه 1 2 4 دهم، سرعت و جرم هم جایگذاری کردم، پس انرژی مکانیکی تو نقطه اولیه که داشتم پرتاب میکردم روی سطح شیبدار چقدر شد؟ 52 جول. خب بیام تو نقطه 2 که آقا جسم برخورد کرده و قراره چیکار کنه؟ فنر رو فشرده کنه و یه مقدار انرژی داخلش چیکار کنه؟ ذخیره کنه. خب آقا من میام تو نقطه 2 یه دونه فنر دارم، یه دونه گرانش دارم، یه دونه سرعت دارم. آقا من برای فنر که هیچ رابطه ای ندارم، دارم؟ نه. یه MG هاش دارم، یه دوم MV2. وقتی من فنر فشرده میشه، حد اکثر فشردگی اتفاق میفته، یعنی تو اون نقطه من اصلا سرعت ندارم. پس آقا میتونم اینجا براش اینو بذارم چند؟ 0. قبوله؟ خب E2 یه 42 دارم، چیه منه؟ MG هاش که باید حسابش بکنم، اما E2 من 42، حد اکثر انرژی پتانسیل کشتانی منه که 42 خود سوالم داده بود. 2 ضرب در 10 ارتفاعشم شد چقدر؟ 6 دهم ایکس. پس آقا یه 42 دارم به علاوه یه 12 ایکس. ایکس هم چیه منه؟ فشردگی فنر منه. خب بریم تو اسلاید بعدی. خب آقا من می‌دونستم کار نیروی چی دارم؟ اصطکاک دارم. وقتی اتفاقی که میفته اینه که آقا وقتی قرار اتلاف انرژی داشته باشم، باید انرژی مکانیکی ثانویه منهای انرژی مکانیکی اولیه بشه تا من بتونم کار نیروی اصطکاک رو چیکار کنم؟ به دست بیارم. پس آقا دبلیو اف کا من میشه E2 منهای E1. خب F D کوسینوس تتا D هم که حواستون هست دیگه، طول سطح شیبداری که جس تهی کرده تا اینو چکار کنه؟ فشرده کنه. خب F من F کار رو داده بود خود سوال چقدر؟ 2. آقا قرار بود این طولش من داشتم چقدر؟ 4 متر به دستش آوردم. قبوله؟ تو اون سینوس 37 اولیه. خب قرار 4 متر، پس مسیری که طی میکنم از اینجا تا اینجا چقدره؟ 4 منهای ایکس. منفی 1 هم به خاطر اینه که آقا نیروی اصطکاک همیشه در خلاف جهت حرکت منه. پس آقا E2 منم که شده بود 42 به علاوه 12 ایکس، E1 منم چقدره؟ 52. پس آقا منفی 8 به علاوه 2 ایکس میشه 12 ایکس منهای چند؟ 10. آقا 2 مساویست با 10 ایکس، پس ایکس من میشه چقدر؟ 1/5 متر. پس گزینه ای که صحیح میشه گزینه چنده؟ گزینه 1 هستش.